به نام و یاد خداوند یکتا و به همتا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، صبحتان بخیر. امید صحتمند و سر حال باشین. به یک بخش شهر کابل آمدیم. کارت غوث‌الدین نام داریم منطقه. البته سرک سرک دیمراد خان است که بعدا در تصویر خواهد دیدین شما. به یکی از داشای نانپزی قدیمی آمدیم. البته 1.5 سال پیشتر هم آمده بودیم تا گزارش ویژه‌ای که داشتیم. از اینجا گزارش داشتیم، اندک صحبت کردیم با کسی که ما و شما همیشه میگیم داشوان. سابق داشوان زیاد میگفتن، حالا داشوان ها بیخی چه میگن، نامشان کم رنگتر شده بخاطر از اینکه داشای نانپزی گازی و برقی برآمد و به او دلیل مردم کمتر میآیند به داشای نانپزی مراجعه میکنند، کمتر نان پخته میکنند و همچنان این داشا هم دیگه مثل داشای قدیم نیست که تعداد زیاد باشه، 4-5 نفر کار بکنه و به او خاطر همچنان کم رنگ تر است. این کمرای خود داشا هم نگاه بزنید و تصویرک های خود داشا هم ببینید، خیلی برمخ و جالب است. سلام برسه یک بار دیگه باشین که اول این تصویرها رو نشان بدیم. یک زمان ما هم خرد بودیم، یک قسم خمیر می آوردیم در شگرا، زغال کدگی تیار و منتظر نوبت می بود که نوبتش برسه و باز به این رقم نانا پخته شد. نانا و نام خدا تو نانایی که یک قلاچ می آمد. باشین که بیشتر گپار از خودش بشنیم. بیا کم نزدیک بیا لالا، انشالله خوب است صحبت باز خدا، صحب شما بخیر. چند سال از مصروف این مسلک هستی؟ یاره تقریبا 18 سال میشه. 18 سال؟ بله 18 سال. یک عمر خیلی کار کردی. چند ساله شدی؟ ما 38. 38 ساله، 18 تقریبا از 10 سالگی میشه، 20 سالگی میشه. سالگی از 20. 20 سالگی کی کار میکنی؟ سابق یک نفر اوارکاری میکرد زغالا را، یک نفر پنجه میگرفت، یک نفر هم داخل میکرد و پخته میکرد. یقینا نمی رقم بود، مگه مال کارا نیست دیگه. حال چند نفر کار میکنن؟ حال دو نفر، باز جا یک نفر. این امروز شاگرد هم نامده؟ نه نامده. کل کار خودت میتونی؟ بله. جالب است. با سابق یک رواج بود میگفتن که فلانی داشوان چونگی میگیره. بار دوم است که سوال میکنی. بار دوم است. نه ای خو در حساب یک رواج است، همی خود خمیرایی را که میارن به نام چونگی یاد میشه. اصل این رواج دنامبویی است که میگن چونگی. چونگی نمیگیرن، همی خود خمیری که از خانه والا میارن به نام چونگی یاد میشه. خب اینا میشه که از بغلکاش یعنی وان میزدن. همونطور یگان داشوان بوده در قدیم. نه شاید این کار کرده باشن دیگه، گفتن نمیتونم. مثلا از بغل زغالگک ها کم کم میگرفت، یک زغالگک به خود جور میکرد. باز یا یگان داشوان های دیگه بود که باز میگفت او بداری گرد ازی کم است، ما گرد ضرورت داریم. نه گرد که میخواد باز یک نصفش از او سراخه که تخته خود پایین منداخت، دو لگک خود پر میکرد، یک کمش کار میگره. نه او گپا خو نیست، خو مردم هم در گذشته های یگان داشوان بوده. والا گفته نمیتونم چی حال سر خود ما دوست شایدی بوده. خب بگو ما نیستیم از او رقم. نه فضل خدا، فضل خدا، نه گپا نیستم. او گپا نیست؟ نه نیستم. حالا چند میگیره نرخ پختن یک دونه نان چند است؟ 5 افغانی. 5 افغانی. 5 افغانی یک فامیل متوسط اگر 6 دونه نان بیاره، 6 5 3 30 افغانی. بله 30 افغان. چند جالا ولا زیاد است. به این رقم ماش و یا تنخواه شاگرد پورا کردن سخته. بله چطور کنیم، توکل به خدا، قناعت کنیم، خدا مهربان است. قناعت کنیم گپ خودت. روزانه چقدر چوب سوخت داری؟ ما تقریبا 1.5 سال میشه زغال میسوزانیم. من زغال میسوزانیم و خوبتر است از چوب کرده. هم کار سطر است. هم گاز خونه میشه در ایداشا؟ یا نتیجه نمیتن گاز. فقط دمو تنورای نانوایی میشه؟ آه در اون نتیجه میده، در این تنورا نمیده. خب صبحانه خوردی؟ نه. منتظر چی هستی؟ منتظر تو بودیم. تشکر. خیلی باش که ما هم جمع قین کنم دیگه، باز میخوریم بخیر. بچه چرا؟ تشکر. تشکر. شما بیننده گزارش شما به گونه زنده از یک بخش شهر کابل به نام منطقه و یا کارت غوث‌الدین هستیم. حالا هم سر میزنیم به طرف استودیوی صبح زندگی. همکاران ما آماده هستند که برنامه را تا ساعت 9 به وقت افغانستان ادامه بدن. فراموش نکنین گزارش های ما را به گونه تکرار در چینل یوتیوب همایون افغان و آریانا تیوی بیننده بوده میتونین. وقت خوش، خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.